من بهرام بهرامی، زرتشتی ایرانی هستم. من دنا هستم، یک ایرانی بهایی. من مارینا نعمت هستم، یک مسیحی ایرانیم. بهنام امینی هستم، از در خانواده سنی مذهب در کردستان ایران به دنیا آمدم. الهام یعقوبیان هستم، یک زن ایرانی یهودی. نامم پرویز روانی هست، ایرانی زرتشتی هستم. تأثیرات شخصی این تبعیض ها به نظر من، یعنی در مورد خود من، بیشتر از دست دادن اون اعتماد به نفس بود. حس می کردم که ته ذهنم همیشه و این همیشه با من موند که من جدا هستم از گروهی که درش هستم و من عادی نیستم انگار، و این یه چیزی بود که همیشه بود، همیشه. حسی که من در مقابل همچین برخوردهایی داشتم این بود که در واقع اینها میخوان هویت من رو زیر سوال ببرن و میخوان در واقع به من بگن که تو در واقع تو نمیفهمی و ما میفهمیم و تو باید در واقع از چیزی که ما میگیم، اعتقاداتی که ما داریم، پیروی کنی. یعنی شما احساس میکنین که بی‌پناه شدین، شما احساس میکنین که تنهایین، شما احساس میکنین در یک جامعه که همه دور هم هستن و دارن میگن و میخندن و اینا، شما جز اونا نیستین، به شما اهمیت نمیدن، شما اصلا نباید اونجا باشین. طبیعت میشه که شما گوشه گیری میکنین. و توی اوین هم برای من مسلمون شدن یک کار خیلی خیلی در ملأ عام انجام میشد. یعنی نماز جمعه بود توی محوطه زندان و کارکنای زندان، اکثرا کارکنای زندان بودن و آیت الله گیلانی بود اون موقع که منو بردن بالا، و اونجا شما باید بگی که چند تا جمله رو باید به عربی پشت سر هم دیگه بگی و بعد در واقع تو مسلمون محسوب میشی. و من اون موقع 17 سالم بود. دانش این چند تا جمله رو که به من گفتن، من اصلا هیچ، یعنی من فکر میکنم واقعا هم از نظر احساسی هم از نظر فکری من فلج شدم اونجا. یعنی توانایی این که بخوام ناراحت، خیلی ناراحت باشم یا خیلی عصبانی باشم یا خیلی، توانایی حس کردن احساسات انسانی رو من، چیز ناگهانی نبود، یه چیز نبودش که مثلا یهو انجام بشه، ولی من ظرف اون چند ماه اولم در اوین من توانایی حس کردن احساسات انسانی رو من از دست دادم. من فکر میکنم واکنش اولیه هر کسی که احساس تبعیض میکنه خشم و آزردگیه، ولی در این حال این حسی که فرد به دلیل برای چیزی که خودش شاید حتی انتخاب نکرده باشه، محکوم به محدودیت و محکوم به تبعیض، من فکر می‌کنم این دردآورترین قسمت ماجراست. تأثیرات اجتماعی تبعیضات به نظر من مهمترین تأثیرش تنش است. وقتی که شما فرض کنید در استخدام اقلیت‌ها تبعیض می‌ذارید بین مسلمان و غیر مسلمان، بین زن و مرد، نتیجه‌اش تنش و درگیریه. این که تو باید ها در جامعه ما رشد میکنه، تبدیل میشه به یک سنت، تبدیل میشه به یک نقطه نظر، تبدیل میشه به یک فرهنگ، حالا فرهنگ رو تو گیومه بذاریم، و باعث میشه که خب بچه ها، آدم ها، بزرگتر ها همینطور اون راه رو در پیش بگیرن، اون راه رو برن جلو بدون آنکه فکر کنن. شکاف گسترده‌ای که بین مناطق، مثلا شما فرض کنید سنی نشین و با بقیه ایران بوده، دیده میشه که از نظر سنی ها این ریشه، این محرومیت اقتصادی که شما در هم در کردستان و هم در بلوچستان میبینید به خاطر
هویت مذهبی ایناست. من فکر نمی کنم صرفا به این خاطر باشه، کرد بودن و بلوچ بودن اونها هم خیلی از نظر من تأثیر داشته در این تبعیض و در این عقب ماندگی، در این در واقع محرومیت های اقتصادی، ولی این خیلی پیامد تأثیر اجتماعی مهمی بوده. یکی از آرزوهای من واقعا اگه یه دونه جنی بیاد به من بگه که ببین یه دونه آرزو داری بکنه، من فکرم واقعا آرزو میخوادش که مردم یاد بگیرن که به همدیگه احترام بذارن و به خصوص به کسایی که طرز فکرشون، مذهبشون، ایدئولوژیشون، قومیتشون مثل ما نیست. یعنی ما اگه فقط بتونیم به هم دیگه احترام بذاریم، دنیای بهتری میشه. دیگه من امروز فکر میکردم که اگه تعصبی هست، تبعیضی هست، چرا هست؟ و خودم مسئول میدونستم که وارد گفتمان شم با این آدم ها و براشون تعریف کنم و بتونم به اونا کمک کنم که بدون اون عینک قضاوت تبعیضی به این موضوع نگاه کنم، به من نگاه کنم. و من فکر کنم خیلی تغییر کرد، خیلی. من یادمه که یه بار یه جایی نشسته بودم و یه خانمی اومد دست منو گرفت و من گفت چه قصه هایی که من از شما شنیدم، ولی تو پنجمین ششمین بهایی هستی که من میشناسم و هیچ کدوم از اونا من الان میفهمم که حقیقت نداشت. و من به خودم فکر کردم که قبل از من یه آدمی بوده که وارد گفتمان با این آدم شده و سکوت و پذیرفتن این تبعیض راه حل نبود. عقیده شخصی این است که قدم اول در راستای برچیدن تبعیض‌ها، محرومیت‌ها و نابرابری‌ها توی جامعه ما اینه که جامعه اکثریت پای حرف‌های در واقع اقلیت‌ها و جامعه و گروه‌هایی که در واقع تبعیض علیهشون اعمال شده بشینه و سعی کنه همدلانه به حرف‌های اونها گوش بده و آگاه بشه نسبت به وضعیتشون و با این همدلی در واقع و با گسترش این همدلی میشه در واقع به سمت جامعه بهتر، جامعه آزادتر و جامعه عادلانه‌تر قدم گذاشت. تمام ایرانیان فارغ از جنسیت، مذهب، قوم، باورهای مذهبی، دینی، عقیدتی و هر تفاوت دیگری در کنار هم با هم زندگی بکنن و یک ایران متحد رو بسازن. روزگاری که مردم بدون ترس، بدون وحشت از هم دیگه، بدون دشمنی با هم، با مهرورزی کنار هم بشینن و رو به سوی آفتاب لذت ببرن از زندگی.